سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی برابر است با 23 ماه آوریل 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می‌فرمایید، درودهای من رو از برنامه خبرها و نظرها بپذیرید. امروز بار دیگر شانسی دارم که با یکی از شخصیت‌های واقعا خوب، مطلع، بی ادعا و به قول اینجا یا لو پروفایل باشم. آقای مهدی اصلانی با ما خواهند بود که بعد از مقدمه کوتاه می رویم و پای صحبت های ایشون می نشینیم. عرض کنم حضورتون که در امریکا تمام رسانه ها متوجه جریانی است که تا به حال در تاریخ امریکا اگر بی سابقه نبوده باشد کم سابقه است، و اون به دادگاه کشیدن و متهم کردن رئیس جمهور سابق امریکا آقای دونالد ترامپ هست، و شهودی که تصورش رو نمی کرد آقای ترامپ که بیان و بر علیه شام شهادت بدن به دادگاه آمدن، از جمله صاحب و مدیر عامل، مدیر رئیس هیئت تحریریه یک نشریه ای که فقط کارش شایعات بی پایه و عرض کنم آنچنانی است، نشنال انکوایرر، به اسم آقای دیوید پکر، که آمده و در مورد یکی از کارهایی رو که آقای ترامپ قبل از انتخابات انجام داده بود برای اینکه بتونه جلوی افشای اون رو بگیره و اون رابطهش با یک خانم زیبا که به اصطلاح عکساش در مجله پلی بوی چاپ می شده، و این آقای پکر به روشی دست داده که بهش میگن grab and kill، بگیر و بکش، یعنی در واقع مطلبی رو که قرار منتشر بشه در رسانه ها به یک صورتی این رو سرپوش بگذارن روش و نگذارن که منتشر بشه. و آقای پکر که قبلا با از دوستی به اصطلاح دامنداری با آقای ترامپ دم میزد برای اینکه از قانون یعنی از مجازات راهایی پیدا بکنه و توافقی که کرده بود با بازپرس این قضیه و این ماجرا، حاضر شده در دادگاه به اصطلاح شهادت بده، و امروز دومین روز شهادت های او بود که سر و صدای بسیاری به پا کرده. اما مطلبی رو از وبسایت پربار مهمان ارجمند برنامه امروز براتون میخونم در مورد سهراب سپهری. 1 اردیبهشت سال 59 روز وداع و همیشه ماندن شاعرانه شاعر و نقاش، نقاش و بچه بودای شعر معاصر است. همون که سویه دیگر از کلام را بر بوم نقش زده بود، با واژگانی همه از جنس ابریشم و نور و رنگ و نور و رنگ، در 8 کتابش را میتوان یکی از پرمخاطب ترین کتاب شعر معاصر دانست. سرایش هایش آنقدر ساده بود و فریبنده تا شاعر نمایانی که به تقلیدش برخواستند پشیمان از کردارشان زمینگیر شوند. دوچرخه سواری را میمانست که دست در جیب نهاده و سودزنان در جاده های سنگلاخ رکاب میزند.
همین راه بلدی است که دیگران را فریب می دهد و به تقلید می کشد که می توان شعر گفت. سوار دوچرخه سهراب می شوند و سر آخر بر صندلی چرخدار آرام می گیرند. این یکی از مطالبی است که در وبسایت آقای مهدی اصلانی مهمان ارجمند برنامه ما میخونیم و مطالب فراوان دیگری که در مورد شخصیت‌های دیگه، در مورد محمد علی عمویی ایشون صحبت میکنه، در مورد به اصطلاح همین جریانات ایران و اسرائیل و جنگی که در بین هست و در مورد هنیه صحبت میکنه و مراجعه به وبسایت آقای مهدی اصلانی واقعا اطلاعات بی نظیری رو در اختیارتون میگذاره که با دقت دستچین شده و شایعه نیست، تماما مستند هست و میشه به اونها مراجعه کرد. سلام میکنم خدمت آقای اصلانی عزیز از راه دور و امیدوارم که خوب و سلامت باشید. آقای اصلانی، خواهش میکنم برای معدود کسانی که ممکنه با فعالیت‌های بی‌نظیر شما آشنا نباشن، یک معرفی کوتاهی از خودتون لطف فرمایید و ارائه بدید. سلام میکنم خدمت شما جناب اجازی عزیز، همینطور بینندگان محترم تلویزیون پارس و برای شما و تمامی هموطنان و همزبان ها در سراسر گیتی روزگاری به سامان آرزو میکنم، هرچند در این روزگاری که به تمامی نابسامانی اطراف ما رو دوره کرده. لطف کردید و به لطف کلماتی رو که من خودم شایستش نمیدونم نثارم کردین. این در واقع یادداشت های فیسبوکی منه که آخرینش در ارتباط با سال روز رفتن و همیشه ماندن سهراب سپهری. علتش هم این بود، این یادآوری، این که به هر رو به تازگی در فضای نت واژگانی عمودی و افقی رو در فضای مجازی میکس میکنن، به عنوان شعر دست به دست رو تکثیر میکنن. کسانی که بر هجران عشاق ناکام سخن میگن، پشت پنجره میایستن، میگرین، ودکایی میزنن، سیگاری میگیرانند و کلماتی رو در هم میامیزن که نام شعر بودن. مثلا یکی از این چیزایی که من این اواخر دیدم، میگن شعری بود دست به دست میشد. از معلم هندسه پرسیدن اشیز، گفت نقطه ای که حول محور قلب میگردد. و همینطور از یه سری معلم میپرسن، هر کسی چیزی میگه. از معلم های دیگر پرسیدن و نهایت هم معلم دینی پرسیدن اشیز، گفت حرام. خب شعریت این کلمات متقاطع نیازمند یک 2-3 کیلو تخم ژاپنی و دیدن فیلم سنگام و شعله است. چون بن و جانمایه شعر آنگونه که بر همگان دانسته است استعاره است، یعنی یک جایی یک متن بدل به شعر میشه و شعریت پیدا میکنه، یک ایماجی ساخته میشه که شعریت پیدا میکنه. مثلا شما اگر به یک مبارز بگید لوند، خب شاید توهین‌آمیز قلمداد بشه، تظاهرات را بیفته. اما احمد شاملو در نبودن خسروی گل سرخی، در واقع در اون شعر معروفش میگه این چنین سرخ و لوند بر خار بوته خون شکفتن، این چنین گردن فراز بر تازیان زار تحقیر نگریستن. این همون جاییه که عاطفه و تخیل با یک زبان آهنگین مفصل بندی میشه. یا وقتی که مثلا ما میگیم که فرض کنید میگیم راننده تاکسی میگریست، خب ما که هنوز شعر نگفتیم چون علت را اصلا نمیدونیم. خب ممکنه که مسافر خوب گیرش نیومده. یا فرض بکنید که مهندس کامپیوتری میگریست، تمام پروگرامش از بین رفته. کجا شعر استخون میترکونه؟ در کوتاه‌ترین قطعه‌ای که شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو داره میگه سلاخی میگریست. هنوز ما با شعر مواجه نیستیم. خب این سلاخه برای چی میگریه؟ سلاخی میگریست.
به یکی قناری کوچک دل بسته بود. سهراب سپهری رو میتوان یکی از پنج قله شعر معاصر دونست. او به همراه نیما، اخوان، شاملو و فروغ در این در واقع در این تقسیم بندی می گنجه. او مثل دوچرخه سواریه که همونطور که در متن اومده بود که داره سوت میزنه، یک راه بلدیه که سوت میزنه، دستش هم کرده تو جیبش و دوچرخه رو داره هدایت میکنه. همین راه بلدیه که کسانی رو به فریب وامی داره، یعنی فریب میخورن که میشه شعر گفت. سوار این دوچرخه میشن ولی زمین میخورن و سرآخر بر صندلی چرخدار باید آرام بگیرن. ببینید یک اشاره بکنم اینجا، در یکی از شعرهای معروف سهراب سپهری میگه که همه مردم شهر به همراه مادرم و منوچهر و پروانه در خوابن. این فراز یه جمله خبریه، همه مردم شهر به همراه مادرم منوچهر و پروانه در خوابن. ما با شعر مواجه نیستیم هنوز، در تا شعر شدن فاصله نوری داره. اما اون که پشت حوصله نورها دراز کشیده، تنها با یک جابجایی از واژه لطافت می‌سازه، اونو بدل به شعر می‌کند. مادرم در خواب است و منوچهر و پروانه و شاید همه مردم شهر. خب این در حقیقت بیانگر اینه، بحث امشب ما در مورد شعر و ادبیات نیست، این مؤید این نکته است. تنها دو تن روی آب ماهرانه دراز میکشند، یکی مرده ورم کرده است، یکی شناگر ماهر. و سهراب سپهری یکی از شناگران ماهر شعر معاصر ماست. در خدمتون هست. خیلی ممنونم. خواهش کردم که برای معدود دوستانی که ممکنه با شما آشنا نباشن توضیح راجع به خودتون بدید، و ضمناً این نکته رو من یادآور بشم که آقای مهدی اصلانی کتب زیادی رو به رشته تحریر در آوردن که ازشون خواهش خواهم کرد توضیح بدن کجا میشه این کتب رو تهیه کرد. و بالاتر از همه خاطره‌ای که از آقای مهدی اصلانی دارم که مثل اینکه یادشون اومد، سالیان قبل وقتی که من در رادیوی 670 فعالیت میکردم، راجع به هشدار 67 ایشون آمدن و جزو کسانی هستند که جان سالم به در بردن از اون هشدار، و وقتی صحبت میکردن راجع به گورهای دست جمعی کم عمقی که این فقیهان آدم کش غارتگر، نمیدونم واژه‌ای سراغ ندارم برای صفات این بد این افراد و پلیدی هایی رو که داشتن، و وقتی صحبت میکردن راجع به این قضیه و باران شدیدی آمده بود و این جنازه ها بیرون افتاده بود و سگ های ولگرد ریخته بودن و این جنازه ها رو تکه پاره میکردن، من بی اختیار اشکم جاری بود و مونده بودم که چجوری برنامه رو میتونم ادامه بدم. آقای اصلانی در خدمتتون هستم. همونطوری که گفتید، من خب مهدی اصلانی هستم، در سال 63 به اتهام عضویت در بخشی از جریان فدایان خلق دستگیر شدم. یک تیم شکارچی وزارت اطلاعات ستانی من رو دستگیر کردن. پس از اون من در زندان تقریبا تمام زندان‌های مهم تهران رو یک به یک پشت سر گذاشتم. کمیته مرکز، کمیته ضد خرابکاری سابق که معروف شد به توحید، امروز در واقع به موزه عبرت بدل شده، زندان اوین، قزلحصار و گوهردشت که من یکی از جان به در بردگان اون کشتار مخوف در تابستان 67، اون همه کشی هستم که به فرمان مستقیم خمینی اتفاق افتاد بعد از پایان جنگ. محصول در حقیقت این ایام راهپیمایی دراز تبعیدم چندین کتاب بوده که یک سگانه ای دارم که نخست خاطرات زندان من هست و یادمانده ها به نام کلاغ و گل سرخ که خوشبختانه با استقبال جامعه کتابخان خارج کشور شدن 6 چاپ
رفت این در واقع 6 بار تجدید چاپ شده که کتابی یعنی کتابی بود که پرخوان، حالا صرف نظر از کیفیتش که نمیخوام در موردش بحث بکنم، کتابی پرخوان بود، 6 بار تجدید چاپ شد. کلاغ و گل سرخ پس از اون کتاب، یعنی من رفتم سراغ وصیت‌نامه ها، نامه های واپسین و خط نگارهای زندان همراه با کارهای دستی، نقاشی ها و کارهای هنری این زندانیان، که این رو در یک کتاب 4 رنگ که نسبتا نفیس بود به نام آخرین فرصت گل سامان دادم. کتاب سوم در حقیقت این سگانه تکمیل شد با رفتن به سراغ خانواده ها، این بار روایت خانواده ها که در 126 روایت از پدر مادرها، خواهر برادرها، همسران و فرزندان گرد هم اومد در کتاب به نام آواز نگاه از دریچه تاریک. و پس از اون در روز صدور حکم حمید نوری در جنبش دادخواهی در استکهلم، فور لیف به خاطر یک برگ به زبان انگلیسی همین روایت ها با ترجمه سپهر منوچهری عزیز منتشر شد و درست تو همون روز رونمایی شد. پیش از اونم البته یک کار مشترکی با دکتر مسعود نقره کار داشتم به نام جنگل شوکران که قبل از همه اینها بود. افسون از این هم تو این مدت در کالبد شکافی جنایت تابستان 67، از اونجا که من یک شاهد زنده مانده بودم و موقعیت ویژه‌ای که بندی که من درش قرار داشتم، یعنی بند 8 زندان گوهردش که مشرف بود به آمفی‌تئاتر در واقع حسینیه خون در زندان گوهردش، چیزهایی رو ما دیده بودیم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، یعنی زنده ماندگان بند 8 که در واقع مکرر اینها رو در مقالات متعدد و در گفتگوهای رادیو تلویزیونی سعی کردم در شناسوندن و کالبد شکافی این جنایت در واقع اون چی که در میزان بضاعت دانسته ها و حافظه هنوز له نشدن بوده رو در واقع اطلاع رسانی بکنم. افزون از همه اینها من یکی از شاهدهای دادگاه حمید نوری بودم که یکی از مهمترین در واقع نمیشه مهمترین اتفاق و رخدادی بود که در جنبش دادخواهی رخ داد. برای نخستین بار یک کسی که در جنایت شرکت داشته در اون همه کشی معروف در تابستان 67 از داخل ایران، چون کسانی که تاکنون دستگیر شده بودن به تمامی کسانی بودن که در خارج عملیات داشتن، مثل کاظم دارابی میکونس، مثل علی وکیلی راد در تکه کردن دکتر شاپور بختیار و دیگران، همه اینجا در حقیقت دستگیر شده بودن. او تنها نمونه و تنها فردی بود از چرخه جنایت در تابستان 67 به عنوان دادیار زندان گوهردش که پاشو گذاشت اینجا و در استکهلم دستگیر شد و یکی از رخدادهای بسیار بسیار مهم دادخواهی را دارد. او در واقع با تلاش بسیارانی از جمله دوست هموند سابقم ایرج مصداقی که این ماجرا رو پیگیری کرد و نقش بسیار تعیین کننده ای داشت در این ماجرا، نقشش خیلی قابل انکار بود، دستگیر شد و پس از صرف بیش از 3 سال 2 نوبت چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه اجنظر، بله، ایشون به حبس ابد محکوم شد، یعنی بالاترین میزان حکمی که میشد به یک جنایتکار داد و اونچه که شایسته نام یک جانی بود رخ داد و ما رو یکمی زبان دراز کرد، زبونمون رو بلند کرد، زبونمون رو دراز کرد، به جهت اینکه تا پیش از محاکمه حمید نوری و فرجامش و اون حکم نهایی هر جا ما صحبت از آن میکردیم که تابستانش از این اتفاق افتاده، از ما رفرنس میخواستن. این رفرنس ها تماما شهادت ماها و شکایتی بود که خانواده های قربانیان کرده بودن. این بار هم ما یک دادگاه پر اهمیت در استکهلم به واقع حکمی رو صادر کرد که میتواند پشتوانه دادخواهی قرار بگیره، که اگر جنبش دادخواهی این
خردورزی رو و این خردمندی رو داشته باشه میتونه از این حکم به نحو احسن استفاده کنه. ممنونم جناب اصلانی. این پرونده الان در چه حاله و آیا خطر این هست که دوباره به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یاد گرفته که با گروگانگیری اتباع مثلا سوئد یا کشورهای خارجی رو که این جنایتکاران درش هستن بتونه معاوضه ای انجام بده، این خطر رو میبینید یا اینکه این خطر وجود نداره در سوئد؟ ببینید، تمام تلاش حکومت اسلامی آن بود که زمانی که حمید نوری داره محاکمه میشه این اتفاق بیفته. خوشبختانه دستگاه مستقل قضایی سوئد تن به این باجگیری و قدارهبندی حکومت نداد. با تمام تهدیداتی که جمهوری اسلامی کرد، شهروندان سوئدی در ایران دستگیر هستن، میخوایم دکتر جلالی رو اعدام بکنیم، حکم اعدامش به زودی میاد. دستگاه مستقل قضایی سوئد در واقع اینو میشه گفت یک نوع پیروزی اخلاقی میشه خوند برای دستگاه قضایی سوئد. به این مهم محکومیت حمید نوری که این حکم و محکومیت صادر شد. اینکه بعدتر در روابط میان دولت ها، چون قوه قضایی سوئد این کارش تموم شد، این تحویل در واقع قوه مجریه و دولت سوئد میده که الان توی حبس حمید نوری، این که بعدتر در معاملاتی که یعنی در معاملاتی که چرس کنم در باجخواهی جمهوری اسلامی آیا حمید نوری رو بتوانن معاوضه بکنند یا نکنند، این برمیگرده به در واقع مناسباتی که ممکنه اتفاق بیفته. اما اهمیت اصلی ماجرا در آن بود که حمید نوری میبایست محکوم میشد. حکم محکومیتش برای جنبش دادخواهی بسیار بسیار پر اهمیت. ممنونم آقای اصلانی عزیز. بپردازیم به مسئله رو در روی جمهوری اسلامی با اسرائیل و رسانه های کذاب جمهوری اسلامی که نمیدونم چند مخاطب داشته باشند و چند نفر با توجه به فضای مجازی که الان در اختیار مردم ما هست و در اختیار جوانان به خصوص هست و هر راهی رو که میبنده جمهوری اسلامی به روی اینترنت و به اصطلاح اون پایگاه های اینترنتی که وجود داره جوانان وارد و آگاه ما میدونن چطوری دور بزنن این محدودیت ها رو و اطلاع رسانی بکنن. چه میبینید وضع رسانه های کذاب جمهوری اسلامی رو در مقابله با رسانه های آزادی که دارن واقعیت ها رو به سمع مردم ایران میرسونن؟ آقای حجازی و بینندگان محترم، سرزمین دریغ شده ما روزهای بسیار بدی رو پشت سر میگذاره. به طور عام در پس این پیروزی ظاهری و رجزخوانی های بیت آینده ناروشنی پیش روی ماست. پس نبود یک آلترناتیو مورد وثوق و اعتماد همگانی که بتونه در این لحظات زخمی میهن پرپر شدمون نقشی شایسته و بایسته ایفا کنه، بیش از هر چیز تنها موجب تأسف و درد و دریغه. امروز همه چیز دگرگون شده. جمهوری اسلامی به گمان من در بستر مرگه، بیماری که مدام رجز میخوره. از یک سو سپاه پاسداران، گورکهای حالی که به جان در واقع هم خواهند افتاد و در آینده درگیری برای جانشینی خامنه ای این نبرد گورکها رو قطعا خواهیم داشت. همه این حوادث و رخدادها ریشه در یک دگرگشت های حدوداً نیم قرنه داره. از بعد به تولد حکومت اسلامی در واقع این حکومت وارد درگیری شد، به ویژه بر سر ماجرای فلسطین و بعد مسئله اسرائیل ستیزی و یهود ستیزی که خمینی در واقع این رو بنیان گذاشت. حکومت اسلامی هم به گمان من و علی خامنه‌ای دومش لای تله سیاست نابخردانش گیر کرده.
گفتم از سوی ما میتونستیم اگر یک اپوزیسیون قدرتمند و مورد وسوخ داشته باشیم، در این لحظاتی که کشور داره میره به سمت فروپاشی، ازش میتونستیم بهره جهانی بگیریم، تقویت کننده دموکراسی باشیم که متاسفانه با نبود چنین چیزی داره فرصت سوزی میشه. علی خامنه ای هم در دهه نهم زندگی سراسر تباه و ویران کنندش که برای ایران رقم زده، یه سیاست شاه سلطان حسینی رو در اوج حکومت شیعه صفوی داره به اصطلاح پیش میگیره. میدونیم که شاه سلطان حسین و دوستان بیننده و شما میدونید که در واقع یکی از ننگین ترین حکومت هایی بود که در واقع حکومت صفوی در همین دوران در زعامت شاه سلطان حسین با قیام افغان ها به رهبری محمود افغان به سقوط اصفهان به پایان رسید. او فردی بود راحت طلب، تناسا و به شدت مذهبی و همه چیز رو در واقع ریخت داخل مذهب شیعه. در یکی از روایت های تاریخی آمده است که شاه سلطان حسین با بخشی از سپاهیانش در حال شور بودن، زعمای قوم، جاسوسان میرن ببینن که اینا در مورد چه چیز دارن صحبت میکنن، آیا در مورد مسائل نظامی دارن صحبت میکنن، میرن ببینن نه، صحبت اینها آن است که انگور در چه درجه ای از تقطیر حرام میشه و به الکل تبدیل میشه. این سیاست شاه سلطان حسینی رو به گمان من در یک بعد دیگه اسرائیل ستیزی و ادعای رهبری جهان اسلام علی خامنه ای داره در واقع پیش میبره. ما میدونیم دیگه این پایان دادن به این جنگی که الان به یه نقطه بسیار بسیار حساس رسیده، حدود یک قرنه که در واقع اسرائیل و فلسطینی ها درگیرش هستن. با فهم من از سیاست به زودی هم هیچ کس نمیتونه این مسئله رو به پایان بده. یکی از دلایل اصلیش، دلایل در واقع میشه گفت یک دلیل نه، عوامل جانبی جنگ از جمله حکومت اسلامی، طرفای درگیر، از روسیه که به ظاهر درگیر اصلی نیست ولی آتش بیار معرکه است، تا نیروهای پارازیتی و انگلی که از بدن حکومت اسلامی دارن تغذیه میکنن، مثل حماس و حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی، هر کدوم به فراخور منافع خودشون مسئله فلسطین رو به یک ابزاری بدل کردن برای تامین منافع خودشون. و علی خامنه ای هم در این ادعای رهبری جهان اسلام وامونده از این رویا، اونقدر نخنما شده و اونقدر این سیاست به ته دیگ خورده که نماد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، یعنی نماز جمعه، در آخرین نماز جمعه کاظم صدیقی این عنصر فاسد و رانتخار، یکی از خلوتترین و خالیترین نماز جمعه های عمر حکومت اسلامی رو، حکومت اسلامی در حقیقت به پاشوره خورده، آنگونه که این روزها این خاله گردن دراز یا بشار اسد یار غار علی خامنه ای در اخبار اومده بود، یعنی این در واقع این خبر آمده بود که بشار اسد و حکومت تحت امرش به یک معنا آدم فروشی کردن برای جمهوری اسلامی و بخشی از اطلاعات زدن کنسولگری و جمع شدن اون 8 سردار جمهوری اسلامی در واقع لو رفته بوده. نه، تو تمامی این به اصطلاح موضوعات به شکست رسیدن. این مسئله فلسطین هم مسئله به نظر من لاینحل فعلا. فلسطینی ها با داشتن رهبرانی که از قنداق تا کفن آغشته به فساد مالی بودن هستن، از همون روز نخست از 1948 به این طرف و رأی شورای امنیت به بخش کردن فلسطینیان یهودیان و فلسطینیان، به واقع بازیچه دست همیشه کسانی بودن که تنها چیزی که بهش فکر نمی کردن منافع ملت فلسطین بوده. در حال حاضرم جمهوری اسلامی
بزرگترین خطر برای موجودیت کلیتی به نام ایران شده. این دعواها و درگیری ها به پایان نمیرسه. ماجرای درگیری اسرائیل با ایران هم پایان ناپذیره به چند دلیل که شاید حوصله وقت برنامه نباشه. اگر اجازه بدید فراموش نکنید بقیه صحبتتون رو، ما پیام های بازرگانیمون رو میشنویم. بینندگان گرامی برمیگردیم با آقای مهدی اصلانی خواهیم بود. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول 6 روز اقامت. تاریخ حرکت 20 جون. تلفن 818-758-2626 amirtravel.com. بانوی دیگر از تبار میهن پرستان در دیار بیگانه رخت بربست. بانوی شاد و سرزنده، میهن پرست، مهربان و دلسوز، شادی رخت بربست. ما زیار قوی دل عزیز، تلویزیون پارس در گذشت خواهر گرامی را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایه. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های جیل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته جیل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. جیل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت جی ال ویز از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک جی ال ویز را برای شما فراهم می کند. اشتراک 12 ماهه ی اپ جی ال ویز بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید. گروه شرکت‌های گول لاین در شهرهای بزرگ دنیا نماینده فعال می‌پذیرد. اگر از روابط عمومی بالایی برخوردارید و دوست دارید ساعت کاریتان را خودتان انتخاب کنید، به سایت GL Sales and Marketing مراجعه کنید و فرم مربوط به درخواست همکاری به عنوان نماینده را پر کنید. در صورت تایید سوابق و توانمندی شما به عنوان نماینده شرکت گولداین، می توانید برای فروش تبلیغات در GL Viz، شارژ اشتراک GL Viz، شارژ اپلیکیشن تلفنی جیتال، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. جی ال ویز با کمتر از 1000 دلار در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید.
آگهی های جی ال ویز بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید جی ال ویز پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب جی ال ویز نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. 201-647-429-3999. بینندگان گرامی در خدمت مهمان ارجمند برنامه آقای مهدی ارسلانی هستیم. قبل از اینکه صحبتم رو ادامه بدم باید یادآور بشم که روز یک شنبه 28 آوریل در هیلتون وودلند هیلز مراسم یادبودی هست برای یار و دوست خوب ما حسین فرجی که جاش بی نهایت خالی است. روانش شاد و یادش گرامی باد. جناب مصداقی، ما به گوش هستیم برای شنیدن بقیه نکاتی رو که داشتید مطرح کردید در مورد مسئله اسرائیل و جمهوری اسلامی. بله، ببینید، در حال حاضر گفتم من جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای موجودیت کلیتی به نام ایران از چند تا چیز هم داره استفاده میکنه، از چند تا خلأ. برای اینکه خب میدونیم که ارتش اسرائیل پیامشو داد، اما ارتش اسرائیل درگیر ماجرای غزه است. مسائل جهانی بهتر از من میدونید که بایدن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توی وضعیت خوبی قرار نداره. ورود آمریکا و پشتیبانیش از جنگ احتمالی میتونه به شدت به انتخاب اون آسیب بزنه. بعد مثلا این مجموعه عوامل و به ویژه فشارهای کشورهای منطقه باعث این شده که جمهوری اسلامی یه میزانی پررویی پیدا بکنه. علی خامنه ای تمام تلاشش اینه ایران رو بکنه یه کره شمالی دوم. میگه آقا اونا اتم دارن، ما هم باید داشته باشیم. امروز میدونید که آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها چند هفته بیشتر با ساخت اون کلاهک اتمی فاصله نداره و میتونه در واقع به این بمب اتم برسه. اما اجازه بدید این که نگاهی داشته باشیم به اون چه درگیری های ایران اسرائیل از بدو تولد حکومت اسلامی بوده. روح الله خمینی با یک نگاه ضد یهود و ضد اسرائیلی، نگاه شبه فاشیستی، فاشیست مذهبی، از روز نخست خواهان نابودی اسرائیل بود. تا امروز هم دنبال کنندگان راه و به اصطلاح راه خمینی همین روش رو در پیش گرفتن. گفتم موضوع درگیری تنش اسرائیل و فلسطینی ها موضوع تازه‌ای نیست، اما با برآمد حکومت اسلامی جنبه های توسعه گرایانه در شعار محو اسرائیل رقم خورد. در چند سال گذشته میدونیم که اسرائیلی ها با حمایت و رفتن به پای اجرای پیمان موسوم به پیمان ابراهیم که در دوران ترامپ کلینک خورد، میدونیم بنمایه این عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل بود. کشورها مثل امارات متحده، بحرین، بعد مراکش، سودان، کشورهای فراوانی هستند. در واقع قرار بر آن بود به جای دشمنی سنتی تاریخی با اسرائیل توسط کشورهای عربی و مسلمان، اینها بیان برای مقابله با نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی به یک نوع تعهد پیدا کنن، متعهد بشن. یعنی این استراتژی تغییر دشمن از ابتدای پیمان ابراهیم کلید خورد و مشخص شد. یکی از مشکلات سر راه کشورهای عربی مسلمان با اسرائیل حل مسئله فلسطین بود. اینا جاده رو داشتن هموار میکردن برای آن که بتوانند به یک راه حل مورد توافق و قبول همگانی برسن، یعنی همون شعار در واقع دو کشور و دو ملت.
اینجا هم مکانیه که یکی از راه‌های نفوذ و باجگیری‌های حکومت اسلامی جمهوری اسلامی خواهان این نبود و سعی میکرد این معامله رو به هم بزنه و تمام تلاشش رو کرد توسط دلارهای نفتی که روی میز با دست و دلبازی تمام خرج میکنه حماس رو وادار کرد که به خشونت روی بیاره. حماس و ایران تلاش کردن در اون منطقه اسرائیل رو آسیب پذیر نشون بدن، در کنارش نیروی اصلی که حزب الله بود الان یکی از عرصه های در واقع منتها این اتفاقی که افتاد یعنی پاسخ مشخص اسرائیل. ببینید ما در زندان که بودیم آقای حجازی عزیز در سال 66 اگه اشتباه نکنم در زمستان 66 عراق حلبچه رو مورد بمباران شیمیایی قرار داد. ما هم موقع خبرگزاری هم و تصاویر و دلخراش رو میدیدیم در تلویزیون، گفتن نزدیک به 5000 نفر سلاخی شیمیایی شدن دیگه. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش که مربوط به سال 67 هست در واقع اعلام کرد، نوشت این رو که این یه نوع پیام بود برای ما که حکومت عراق میتواند شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران رو نیز مورد حمله شیمیایی قرار بده. یعنی به یک تکنولوژی و به یک پیشرفته ترین انواع سلاح ها رسیده. این جمله هاشمی رفسنجانی بود که از صدام بر می اومد که این بمب رو به کرموشاه و تبریز و حتی با موشک به تهران هم بزنه. این موجب نگرانی کل رهبری نظام شد. الان کاری که اسرائیلیا کردن این پیام رو به بیت رسوندن که ما میتونیم رادارا رو از کار بیاندازیم، برویم به سمت آن که جاهایی رو بزنیم که اصلا فکرش رو هم نمیتونید بکنید. به همین دلیل جمهوری اسلامی من تصور میکنم این پیام رو گرفته، این پیام رو گرفته و تنها به سیاست رجزخونی الان دست داره میزنه، ولی این آینده بسیار بسیار خطرناک و مهلکی رو ممکنه که در این راه داشته باشه. جمهوری اسلامی تو همین الان با کارهای سخیف و رقباری که علی خامنه ای انجام داده که ایران رو تبدیل بکنه به یک نیروی نیمچه اتمی در همون راه کره شمالی قدم برداره با این دلارهای نفتی، در واقع یک نوع از اتحاد میان کشورهای سنی مذهب، کشورهای سنی در مقابل این هجوم اسلام شیعی که جمهوری اسلامی نمایندگیش میکنه رو همین الان در واقع این حاصل شده. کشورهای ببینید ایرانی ها، این ممکنه حرف من به این تعبیر بشه، دوست دارم اینو توضیح بدم، ایرانی ها دشمنی و عرب ندارن، اما این رژیم بوده که همه جا حکومت اسلامی تخم در واقع دشمنی پراکنده. موضوع هم احساسات ضد عربی نی، ولی مردم ایران حق دارن وقتی شعار میدن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، این مردم حقشونه که ببینن این پولهای عظیم و هنگفت دلاری از جانب چه کسی پرداخت میشه و چه کسانی گیرنده این هستن. جمهوری اسلامی متاسفانه با سیاستهای بیت و مشاوران عقب نگه داشته شدهش یک جبهه سنی نیرومند بر ضد ایران شیعی یا ایران اسلامی شیعی به وجود آورده. چون ما میدونیم از همون روز اول این رو در واقع گذاشتن. امروز هم یه کسانی که حق خودشون میدونن تو تمامی عرصه ها دخالت دارن میکنن، تو عرصه های اجتماعی سر ماجرای حجاب و سر ماجرایی که فشاری که دارن به زنان مبارز مملکت میکنن. ما اساسا آقای حجازی عزیز و بینندگان محترم وقت کوتاست، دوست دارم به این مسئله اشاره کنم. ببینید ما در واقع همواره این چیزی که بر ما تحمیل شد یعنی مسئله اسلام شیعی همیشه باهاش سر و کار داشتیم، قرنهاست باهاش به عنوان اون چیزی که به عنوان مذهب رسمی مطرح شد در جامعه، این یکی از در واقع بزنگاه‌ها و گیرهای فرهنگی و سیاسی ما بوده. تنها شاید تو تاریخ بشه نگاه کرد به یه دوره کوتاه از نادرشاه و رضاشاه که اونا به پشتگرمی نیروهای انتظامی و قلدرمآبانه با
استفاده از این بهره، یعنی با بهره گیری از این توان نظامی تونستن یه سیاست غیر مذهبی، نه ضد مذهبی، یعنی اون چیزی که جداسازی معنا میده، این جداسازی هرگز در ایران اتفاق نیفتاد، تا همین لحظه این اتفاق نیفتاده و این بیماری هر از چند گاهی که زمینه مناسب پیدا بکنه رشد میکنه، رشد میکنه. و الان هم حرف نهایی من اینه، حکومت اسلامی مطلقا تحمل جنگ با اسرائیل رو تاب نخواهد آورد. ما باید به یک چیز در واقع تأکید بکنیم و مکس بکنیم و روش بایستیم. مبارزه با جمهوری اسلامی همواره مستقل از هر دلیلی لازمه، یعنی ما با تمام توانمون، با تمام اون چه که در حقیقت فریادمون هست، میباید نیستی و نابودی این حکومت رو بخوایم، به دلیل اینکه بود این حکومت اساساً، یعنی چه تو عرصه مخالفت با برنامه اتمی، چه در حقیقت توی مبارزات اجتماعی که الان وجود داره، این نظام برای تضمین ماندگاری خودش دست به هر کاری میزنه، دست به هر کاری. و ما میبایستی که این در واقع این فیلم رو از سکه بیاندازیم. آقای اصلانی عزیز، هر بار که جمهوری اسلامی کم میاره، زنان مبارز و سلحشور ما رو مورد تجاوز، مورد سرکوب، زندان، شکنجه قرار میده. معذالک این ماجرای زن زندگی آزادی هنوز زنده است و داره کار خودش رو انجام میده. و این صحبتی که شما در قسمت اول برنامه با هم دیگه داشتیم، نبود یک رهبری، فکر نمی کنید که ما مواردی رو داشتیم که بدون حضور رهبری مشخص در همین ماجرا، در طول این وقایعی که اتفاق افتاده و جنایت هایی که بعضی از رژیم ها کردن، یک رهبری پیدا شده و یا نوعی آمدن و گروهی آمدن و به نجات کشورشون پرداختن از جمله کشور ما؟ ببینید، من صحبتم بر در واقع بن صحبتم رهبری نبود، وجود آلترناتیو بود. آلترناتیو در حقیقت میتواند شکل بگیرد، میتواند همون گونه که گفتیم در طی یک مبارزه منسجم و یک مبارزه آگاهانه مردم ایران و اساساً مردم یک کسی رو فریاد بزنن یا یک کسانی رو فریاد بزنن، این رهبری ساخته بشود در پروسه یک مبارزه آگاهانه، فریاد بزنن یک کسی مثل مصدق، مثل ماندلا، مثل گاندی، مثل واسلاو هاول، مثل کسانی دیگر. اینها از اول با کاغذ و وکالت و رأی جمع کردن به رهبری نرسیدن. اینها کسانی بودن که در یک پروسه آگاهانه و هدفمند از جانب مردم. من صحبتم بر سر این بود که ما یک آلترناتیو قوی و یک چیزی که در واقع موجب ارائه باشه، اون رو متاسفانه نتونستیم بهش برسیم و نداشتیم. اما در ارتباط با پرسش شما، ببینید آقای حجازی گرامی، قرنها پیش صفویها برای شیعه کردن مردم ایران شمشیر کشیدن، مردمی که بیشترشون سنی بودن، تاریخ اینو میگه، اونم نه برای دفاع از ایران، در برابر عثمانی. اینها در حقیقت با شمشیر و با بیشترین بیرحمی ها و قتل و غارت ها و ترویج مبتذل‌ترین خرافات تونستن در واقع شیعه رو کامیابی بهش بدن. چندین و چند سال طول کشید تا این جامعه در حقیقت، این نظامی که صفوی ها برگذاشتن، یک جامعه به تمامی آخوندی رو رقم زدن و به یک انحطاط ملی دچار کردن ایران رو، و هنوز که هنوزه ما از شر این حکومت آخوندی خلاص نشدیم. ببینید حکومت اسلامی، اما من همش اینجا ناامیدی حالا تکثیر نکنم، حکومت اسلامی شاید بتونه با شهاب 1 و 2 و 3 و شاهدهای نمیدونم چند شماره به اسرائیل موشک پرانی بکنه، اما در مسافه با شیر دخترکان و زنان جامعه ایرانی با شکست مواجه شده. یکی از جلوه های بی سابقه جنبشی که شعار زن زندگی آزادی و چه تمایز اون با تمام حرکت های اعتراضی حدودا نیم قرنه حکومت اسلامی بود، به آتش کشاندن حجاب اجباری بود.
همین مسئله الان باعث شده که مسئولان و دستگاه‌های حکومتی از وزیر کشور گرفته تا دیگران، ریاست قوه قضاییه، با پیش کشیدن امروز من دیدم آقای احمد وحیدی وزیر کشور صحبت از این داره میکنه که ما میبایستی که با هوشمندسازی طرح حجاب رو، هوشمندسازی میدونید که در واقع کنترل دیجیتالی معنی میده، فیلم بگیریم، عکس بگیریم، از نمیدونم دوربینای ترافیک استفاده کنیم، تذکر پیامکی بدیم، بعد که رعایت نکردن اینها رو خدمات دولتی بهشون ارائه ندیم. یک هزینه سنگین رو دست حکومت مونده، این حکومت و قوه قضاییش و بیت رهبری، نه با محرم سازی مدارس، نه با پلمپ رستوران ها، نه با مسموم سازی دخترها نتونستن مقابله بکنن. این هزینه سنگین رو جامعه ایرانی به بیت با مبارزات مدنی خودش تحمیل کرده. شما همین روزا دارید میبینید این فیلم هایی رو از ویدیوی بردن چند تا دختر هستش توی ون سپاه پاسداران توی گشت ارشاد، ببینیم چه مقاومت جانانه‌ای داره میکنه. و این اقتدار ترس، یکی از دستاوردهای بزرگ خیزش زن زندگی آزادی این بود که اقتدار ترس ترک بر نداشت، فرو ریخت. منتها حکومت اسلامی راهی رو داره میره که تمام دیکتاتورها رفتن و تش به بنبست خوردن. یه زمان اینا رو دیوارها مینوشتن که ویدیو و اون ویدیوهای VHS که قدیم بود، بردن فرهنگ فحشا به داخل خونه هاست. الان خود حوزه اندیشه هنر اسلامی خودش فیلم تولید میکنه و میفروشه. ده ها نهاد مرتبط با سپاه دارن در واقع بهره میگیرن از این ماجرا. بردهداری، تفکیک نژادی تو آپارتایدی که تو آفریقای جنوبی بود، مجازات همجنسگرایی در سطح جهان، اینا همه تجارب تاریخی که حکومت اسلامی ازش درس نمیگیره. علی خامنه‌ای سرنوشتی شاید بهتر از قذافی و صدام پیدا نکنه، این حکم تاریخه. ممکنه بنده نباشم در اون روز، اما این اتفاق خواهد افتاد. شیرزنان و دخترکان ایرانی با رقص گیسوانشون تو باد برباد دهندگان نظام خوف خواهند بود. این نهال در نهایت از میان لاستیک و دود در کف خیابون بی تردید جوانه خواهد زد. آقای اصلانی عزیز، متاسفانه سوال زیاد و فرصت کمه، امیدوارم بتونم هفته آینده مجددا در خدمتتون باشم، ولی باید یادآور بشم که یکی از کارهایی رو که جمهوری اسلامی داره انجام میده در واقع به سایه بردن تاریخ پرچکوه ایران و آثار تاریخی ایرانه که داریم میریم به سمت و سوی کاری که طالبان ابله کردن با مجسمه بودا و الان دارن سعی میکنن که آثار تاریخی رو در محلهایی که آثار تاریخی هست و میشه اونا رو استخراج کرد، دارن اونا رو روش مسجد میسازن، در حالی که همونطور که اشاره کردید مساجد موجود در حال حاضر تهی از نمازگزاران هست و به ادعای مسئولین ابله جمهوری اسلامی در تهران احتیاج به 400 مسجد دیگه هست. 30 ثانیه فرصت هست اگه در این مورد نظرتون رو بفرمایید. بله، این نهایت اون چیزی است که تمامی دیکتاتورها فکر میکنن اتفاقی که برای دیگری افتاده برای اونها نخواهد افتاد، اما تاریخ حکمشه که بدتر از آنچه که اتفاق افتاده برای دیگری برای اونها هم رقم خواهد. بی‌نهایت از شما مهمان ارجمند برنامه سپاسگزارم. همونطور که گفتم امیدوارم هفته آینده بتونم دنباله صحبتامو با شما بگیرم. از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم و در پایان از امیر شهرتی عزیز که مثل همیشه هدایت برنامه رو به عهده داشته. تا روز پنجشنبه اگر عمری باقی باشه، روز و روزگار به شما خوش.